سه سال گذشت. سه سالی که به اندازه 30 سال بود. من اندوهگین نیستم، بلکه اندوه عالم وجودم را فرا گرفته. سرزمینی در سینه من گریه می کند. هیچ چیز جای آن انسانها را پر نمی کند. هیچ چیز جای آن ایرانیان را پر نمی کند. هیچ چیز جای آن مغزها و نخبه‌ها را پر نمی کند. هیچ کلامی تسلی بخش نیست که نیست که نیست. و قتل‌هایی که انجام شد را فقط اشتباه انسانی نامیدند. به 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 به، خبر خوب پشت خبر خوب. قراره که سال جدید 10% دقت کنید 10% یارانه ها افزایش پیدا کنه. آقای رئیسی نکن با ما این کارا. من هنوز از شوق و هیجان اون 100,000 تومانی که قول دادی 22 بهمن واریز کنی شبا خواب و خوراک ندارم. نکن این کارا با ما، ما لیاقت این همه خوبی رو نداریم. واقعا خودتون رو مسخره میکنید یا ما رو؟ یعنی من واقعا نمیدونم باید چی بگیم به اینا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. دیشب در مراسم افتتاحیه جام خلیج فارس در عراق، همه دنیا بارها و بارها خلیج فارس و خلیج عرب خواندند. عراقی که سالیان سال به خاک ما تجاوز کرده بود و مردم ما هر ساله برای رفتن به این کشور سر و دست میشکنند و هزینه میکنند. و مسئولین ما برای ساخت زیرساخت‌های این کشور، از جمله ساخت خیابان، ساخت جاده، ساخت خانه یا هر چیز دیگری هزینه میکنند. البته همه مسئولین ما نسبت به این قضیه بی تفاوت نبودند و اون رو بی جواب نذاشتند. و امروز صبح محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کردند. تا همه دنیا بفهمند که نباید از نام جعلی خلیج عرب استفاده کنند. سلام دوستان، وقتتون بخیر. میگن که ملا نصرالدین داشته یه روزی زنش رو کتک میزده. مردم میان بهش میگن که این بنده خدا کاری که نکرده برای چی داری کتکش میزنی؟ میگه من که کفش و لباس براش نمیخرم، مسافرتم نمیبرم، بهش خرجی خونه هم نمیدم. اگرم کتکش نزنم پس از کجا بفهمه که شوهرش کیه؟ حالا داستان ما مسئولین مجلس همینه که پول نفت و گاز و خیلی از چیزها رو که بهشون نمیدیم. دلار و طلا هم که هر روز داریم گرونتر میکنیم. اگر اینترنت رو قطع نکنیم یا حتی اعدامشون نکنیم از کجا میفهمم مسئولشون کیه؟ وقتتون بخیر دوستان. خبردار شدیم که قرار شده 29 و 30 دی ماه به خاطر کنکور همه اینترنت ها قطع بشه که مبادا کسی بتونه تقلب کنه. خب این چه کاریه؟ بیاید من یه پیشنهاد خیلی بهتر براتون دارم. حالا چه پیشنهادی؟ کل دکل های مخابراتی، کابل های مخابرات و هر چی که ربط به تلفن و تلفن همراه داره همه رو از بی خوبون بکنید بندازید بره. اصلا چه معنی داره که یک کشوری تلفن و تلفن همراه داشته باشه؟ اصلا یعنی چی؟ این چیزها باعث میشه که آدم از یاد خدا غافل بشه. اگر هم خواستیم حال کسی رو بپرسیم، ازش خبردار بشیم، سوار الاغمون میشیم، پیتیکو پیتیکو میریم حالش رو بپرسیم. آقای رئیسی که تیک آبی گرفتی، لطف میکنید تعرفه تبلیغاتت هم برای ما بذارید تا اینکه بدونیم پست و استوری چند میگیری برای ما بذارید. یا اینکه نه، شاید 2-3 روز دیگه یه استوری بذاری بگی فلان وزیر رگباری فالوشه. یا اینکه میخوای یه پیشنهاد دیگه بدم، پایینش حتما بنویس فلان وزیر رگباری فالوشه، یکی از خوبای ریدن تو مملکت. نظرتون چیه؟ به گفته اخبار ایران، کرونا در ایران هر روز و هر روز داره پیشرفت و پیشروی میکنه. به همین دلیل همه بازی ها و مسابقات فوتبال و ورزش های دیگه باید بدون تماشاگر برگزار بشه. اما الباقی مراسمات همه با حضور مردم همیشه در صحنه و مردم حماسه ساز و
برگزار میشه. نمیدونم توی این مراسمات رمزی چیزی میزنن، همه آنتی کرونا میشن؟ نمیدونم والا، اگر هستش که برای ورزش هم انجام بدیم، اگر نیستش که نمیدونم باید چی بگم.